شما خدا رو میخواید صدا بکنید با کدوم صفت صدا میکنید؟ ای جبار انتقامگیر که میزنی بابای اونا رو جهنم در میاری؟ نه، خدا رو با چی صدا؟ یا ارحم الراحمین، یا غفار و یا رحیم. درست شد؟ آره. برای همین بعضی شاید میگن مادر خدای روی زمینه، برای اینکه خلق میکنه از وجود خودش، چون این زمینه خلق هست، رزق میده، غذا تو میده، گریه زاری میکنه، محبت بهت میکنه. برای همین اون سیبیل کلوفته راننده کامیون هم پشت کامیونش میزن رفیق بی کلک مادر. این اون نکته هست. و شما خانما نمیفهمید شوهرتون باید به مادرشون همچین حسی داشته باشه. یک حسادت بچگانه میکنید. اون اگر با اون حسو نداشته باشه تو رو 100% ولت میکنه. 100%. اون اگه به او بی احترامی کنه تو رو هوا ولت میکنه. آقا اینم باید بفهمن، مثل درونی خانما رو بفهمن، زیر شلوغش نکنن. یه سوال شده تو خونه نتونید در یه نوشابه یه چیز رو باز بکنید شما خانوما؟ فراوون. وقتی نمیتونید باز کنید به کی میرید میدینم؟ چون ازدواج نکرد میگید بابا. میدین چرا؟ حالا یه سوال خدا وکیلی دقت کنید، اینو که میری میدی میگه بابا اینو بازش کن، احساس بدبختی و حقارت و خاک تو سر من میکنم زور ندارم، این حس درتون هست؟ چرا؟ چون خوشت میاد اونو داره. چقدر چقدر جالب، چیزی که نداری خوشت میاد یکی دیگه داره. آره شما نیاز داری. حالا نگاه کن، بعد ما مردان وقتی اینو به اون میدن خوشحال خرچف چه دیدیم من اینو من باز کردم چون نیاز دارم، من دعا کف میکنم دیگه. خب آره دیدی به من رجوع کرد به خاطر این. چقدر جالب، اونو نداشت اومد به من گفت و من کیف کردم. دیدی نه، برای همینه حسای شماها ریخته به هم، قاطی کردید. یه حسی دارید، گوش کنید، مخصوصا اونایی که شیطونید بیشتر گوش کنید. یه حس در درون شما هست به عنوان همسر بودن، معشوق بودن و محبوب بودن. آدما هم دوست دارن دوست داشته باشن، هم دوست دارن دوست داشته بشن. حتی بعضی موقع دومیه جذابتره برای خانوم ها. خب میخواد تو یکی باشه بهشو فکر کنه، حواسش باشه، تو جزئیات دقت کنه. ای حالیت نشد ابرامو برداشتم تا منو دوست نداری بابا لام هستم این جنسش و اینا، متوجه نیستیم اینا رو دیگه. حالا اینجا یه حس دیگه هم در درون شما هست، آپشن از اول رو تو نصبه، منتها فرصت آپدیتش نرسیده. نرم افزاره هست، به وقتش که مثلا آپدیت میشه. اونم حس مادریه، در درون شما هست. ببین دقت کردید توی مترو اینور اونور یه مثلا خانومی بچه‌شو بغل کرده، زن و شوهری دارن رد میشن، مثلا مرده یه نگاه میکنه بچه بودم چیکار شدن، زنه وای گوگولی مگولی. اون حس سر این داره. چرا؟ چون این لازمه داشته باشه نسل بشر ادامه پیدا بکنه. مردی یه خورده گریه بچه ادامه پیدا میکنه متکای اتاق دیگه. یا روانیم که از صبح بخواه برم سر کار، چه مرگش این بچه، چه خبره فلان. مادر ناراحتی چرا این داره گریه میکنه؟ یعنی اگر اینا رو نداشته باشه که بچه خفه میکنم دو روز اول، من دیوونم، من زندگی واسه این بذارم. این حسا رو خدا نذاشته بود تو وجود مادران من و شما، الان ما نبودیم. برید ببینید صدر اسلام و نفهمای تو اصل جاهلیت، نفهما که زندگی بور میکردن زنا بودن یا مردا؟ مردا بودن. نمیفهمیده، براش اهمیت نداشت، اون حس مادری چیز عجیب باور نکردنی. شما موقع انتخاب این دو تا حس رو با هم قاطی میکنید. یه حس به همسر دارید، دقیقاً باید یه کوه انتخاب بکنید. با حس مادری که یه گوگوری مگوری دوست دارید قاطی میکنید، میرید با یه گوگوری مگوری ازدواج میکنید. بعد یه سال بیشتر دووم نمیاد، چون یکی شکل خود توه، ابرو که بر میداره اپیلاسیون میکنه. دروغ میگم؟ بعد میری تو زندگی بعد 6 ماه میگه اه یارو چرا ایواه، چرا نمیدونه در چی واکنه، چرا اینجوریه.
تو نیاز نداری که به دختر زندگی کنی، که تو دختر تو نیاز به جنس مخالفت داری. هی همش کن پسره برعکسینه. ببین چی، همه چی ریختن به هم، همه چی ریختن به هم. زن و مرد مثل هم هم باز داره پروفسور یادتون باشه. ببین شما چی طرفی؟ این واقعیت جامعه است. حسا رو قاطی میکنید، بر مبنای میرید ارتباط برقرار میکنید با یه جغله ای. مرد بودن بتونی بهش تکیه کنی، کسی که قابل اعتماده، کسی که ببخشید این لفظو میگم و خال زنک بازی در نمیاره. زنا از مردایی که حرف این ور اون ور میبرن، ببخشید خصلتایی که خود زنا دارن ها، بدشون میاد، بدشون میاد. میگه مرد باش، میگه احمدی که مثل زنا میمونه. اینقدر مش شنیدی این حرفو؟ یعنی به خود فوشید شما پس ها؟ تیم خود به مرد فوش بدید میگید نزد زنا؟ نه، اون خصلت برازنده آن مرد نیست. اینا قاطی کردیم ریختیم به هم، بعد الان فکر میکنیم مثلا چوری. بعدش هم ادامه داره ماجرا، ادامه داره. زنه رفته اینجوری ازدواج کرده، بچه دارم میشه، دو تا بچه داره، یه بچه نرغولی انزه همین خرسای گنده ولنتاین، یه دونه هم انزه بچه کوچولو. بی آسی میشه، حسا میریزه به هم، حتی نمیتونه خوب برای این کوچولوه چی مادری کنه. اینا رو بفهمیم، اینا بابا عصب، اینا همش من چیزی گفتم، من همش هورمون دارم اسم میبرم. ما مردها به زیبایی زن، تننازی زن، اینا نیاز داریم. ما مردم مظهر خشونتیم. دقیقا یک زن میتونه ما رو آروم بکنه. ببین شما جنایتکارای تاریخ رو نگاه کن، عموما مردن. هیتلر، یزید، شمر، از زنها این کارا بر نمیاد. به ندرت بزنه یکی مثل هند جگرخوار، مثل مادر معاویه درار، اونم باز داشت ادا مردا رو در می آورد، قاطی کرده بود. تو نباید ادا مردا رو در بیاری، منم نباید ادا زنا در بیارم. هر کسی خودشه. کنار هم قرار گرفتن، چون عنصر خانواده از هم پاشیده، اینا میخوان خلع و جبران کنن، خودشون ادا اونم در میارن. هیچ کدو نمیشه، مثل کلاغ میشه که رفتن کپ باید بگیره. هیچ نمیشه. هیچ. وقت خودتو تلف نکن. میخواد ازدواج کنید؟ مثل آدم ازدواج کنید. به کس با کسی ازدواج کنید که مرد باشه. همون توصیه که ما به آقایون میکنیم. فرعون یه بچه زنده نذاشت. اینقدر این وحشی بود، بچه کوچیکو سر می‌برد. بعدم خیلی حیوان باشه. داعشی بوده دیگه. یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم. قرآن میگه ذبح میکرد پسراشونو، زنده نگه داشت زناشونو. داعش هم کار می‌کنه دیگه. زنا به اصالت میاد مردان می سر می‌برد. یه پو داعشی، داعشی بوده وقتی داعشی بودن مد نبوده. این جانور تو سبد نشسته تو خونه، لم داده کنار یه شاخه از نیل که تو خونش رد میشه، ببینید یه دونه بچه تو سبد خودش اومد. این جونور شمشیر رو کشید پرید تو آب خودش. نوکر موکراش هم نه، اینم سر ببرم. کی اینجا؟ چرا نتونه سر ببره؟ آسیه. دکمش دسته یه زنه. فرعون هم که باشه دکمت دسته یه زن، دکمه رو زد خاموش. وای تو رو خدا، ببین چه نازه بگیریه. احتمالا حضرت آسیه سلام الله علیه یه همچین چیزایی گفته. خب موتور فرعون آورد پایین دیگه. فرعون قاتل خودش بزرگ کرد. بدبخت. خب بدبخت اینوش جونش ها. یه جرس تو قرآن شاکیه میگه من خودم بزرگیت کردم، تو مدید اومده بابای ما رو دراری. این بابای ما دراری نیست تو قرآن، این تفسیر رائفی است اضافه شده بشه. ماجرا از این قراره، زنا ریزبین، مردا درشتبین. زنا دقیق، مردا کلی بین. زنا جزئی بین، مردا کلی بین. یه خونه میرید با خانومت، با مادرت، حالا با مجرب میری برمیگردی، خانوما جزئی ترین اتفاقات اون خونه، دکوراسیون، همه چی رو ثبت میکنن.
مردا ظرفا مارکشو در میارن تو اتاقی که درش قفله، من نمیدونم شکست نور صورت میگیره چیکار کنم، همه چی آمار دارن، مارک فلان دیدی چه جوری بود، استکاناشونو دیدی، بعد میگن مامان دیدی استکاناشون چه جوری بود، اون عجب بابا شما چه جوری اینو دیدی. ما برای ما مردا عجیبه چون ابزارشو نداریم. ابزارش چشه؟ نه، ابزارشون دقت است. ما نداریم اصلا، نیازم یه جاش فیزیکیش هم نداریم. ما مردا کور رنگی داریم. من همیشه از خونمون دعوا دارم با خانومم سر این، مثلا میگه برو اون نمونمون این رنگ رو بردو بیام یه چیزی میبرم، میگه این کرمه، میگم کرمه دیگه چه، میگه بیا به این میگن کرم، میگم هر دو تاش کرم، نه این نمیدونم نخودیه، این نمیدونم چیزایی میگه برای خودش، اصلا من اینا نمیفهمم. خب 5 تا رنگ میذاره کنار هم، میگه اینا با هم فرق داره، همش اینا هم یه خودی که پر رنگ تره خودی کم رنگ تره. اصلا من چشم من اصلا اونجوری نمینه، زارم چشش میبینه دیگه. خانم واسه میگین نمی گلبهیه، نمیدونم چی چیه، میگم بابا این چیه تو میگی؟ خب سر کاری ما اصلا این چه خانمایی که دلیل که خوب نمیتونه رانندگی کنه چیه؟ دقتشون به جزئیات. رانندگی تا این حد جز دقت نمیخواد، تو فقط ماشینه رو ببین نزنی، به تو چه تو آینه چی آویزون کرده، به تو چه پیرهنش چیه، به تو چه فرمونش چه شکلیه. آره این میره تو اینا میزنه به یکی دیگه، اینا رو دقت باید کرد، اینا تفاوت داره. فقط دلیل بدن میخوان خانم های نیستا، دلیل یکیش اینه واقعا، همین اینا تفاوته. ما مردم مثلا میبینی خونه بر میگردیم میگه چجور، میگیم دو طبقه بود کل درکمون از این نیم، دقت کردیم به استحکامات فکر میکنیم، بعد میگه مردا و زنا مثل همن، دیوانه چه سین حرفو میزنن. بعد کسایی که عین هم نیستن میگه با اینا برخورد یکسان کن.